رادیو همراه. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. سوال دارم ازتون راجع به حال خودم، کل حال کلیم و موقعیت الانم. شنیدم که از همه میپرسین راجع به بک‌گراندشون به شما بگن. صبر کنید. من یه دوست عزیزی دارم، البته هنرمند بسیار برجسته است. برخی از اوقات به من که میرسه میگه من خوبم. نه، برمیگرده میگه من چگونه به نظر میرسم، خوبم یا نیستم، یا جمله از این قبیل. اتفاقا اون مطلب جالبتر میگه، شاید الان مخلوطش کردم. حالا شما یه دفعه به من میفرمایید که میخواید درباره حالتون از من بپرسید، به من بگید حالتون چطور. نه، حالا میدونم بده، میخوام نظر شما رو و توصیه شما رو بدونم. حالا بده. چند سالتونه؟ 37 سالم. از کجا تلفن میکنید عزیز؟ از آمریکا. چه مدلی از آمریکا هستید؟ 10 سال. چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چند دومید؟ یه برادر دارم، من دومی. من کوچیک. به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟ دکترای جامعه شناسی دارم، سایکولوژی ماینر. کجا دارید دکترای جامعه شناسی؟ از کجا؟ از اینجا توی امریکا دکترام. از چه دانشگاهی دارید؟ ساوت فلوریدا. Very good. به من بفرمایید که از نظر ازدواج چه کردید؟ اوه خراب کاری. با این سوالت اومدش. ازدواج نکردم. خب این که خرابکاری نیست، هیچ کاری نکردن است که. تو را خرابکاریه. مثلا من اگر بمب گذاری نکردم بگم همه ازدواج میکنم، من فکر کردم خب من که نکردم خرابکاری کردم. همه ازدواج میکنن. ببخشید چی به شما مدرک جامعه شناسی داده؟ شوخی میکنم آقای دکتر. نه شوخی میکنم، ببخشید. جوکه همو جدی نگی. من به هر حال تکلیفم روشن کنید. به هر حال شوخی شد جدی، مثل طرفی بود که با مشت زد تو صورت طرف مقابل. گفت که شوخی بود یا جدی بود؟ گفت نه جدی بود. گفت من خواستم به تو بگم فقط ما با هم شوخی نداریم. حالا شما هم مثل اینکه باز دوباره همون کار رو دارید میکنید. من این شوخی هامو کنترل میکنم. من این کار رو میکنم، میدونم روی خط رادیو حتی خواهد جاش نیست. نخیر، هیچ اشکالی نداره. نخیر، اشکالی نداره. فقط به قول معروف ارز خود میبری و زحمت ما میداری، ولی اشکالی نداره. هر کاری باید بکنی. خب خب کاری نه، ولی ازدواج نکرد. خب برای چی تلفن کردید عزیز؟ دو تا سوال ازتون دارم، یکی راجع به موقعیت حال حاضرم، یکی حال کلیم توی این سن. کدومو باید اول بپرسم؟ من نمیفهم آخه، تفاوتش رو شما میدونی، هر جور که خودتون فکر کنید بهتره. اوکی، من کلیه رو اول میپرسم. بفرمایید. مشکل بزرگ اینجاست که با این مدارکی که من جمع کردم، من مطالعه‌ای که دارم خیلی میتونم به همه کمک کنم به جز خودم. خیلی تلاش کردم. خب حالا جلو آینه بشینید و به اون آدمی که تو آینه است کمک کنید، ازش هم پول بگیرید. خیلی سخته آقای دکتر، شما که میدونید. اصلا سخت نمیشه، گوش نمیده. چرا؟ خب گوش نده، شما باش حرف بزنید. اون چاره‌ای نداره جز اینکه گوش بده. مجبور میشه؟ نه. حالا من بگید چه خبر است؟ خبر این که خیلی زندگی بالا و پایین داشت و خیلی سخت، مسیر سختی رو طی کردم تا به اینجایی که امروز هستم. نه، راجع به ایران میگید یا امریکا؟ هر دو. ایران که سخت‌تر بود، امریکا یه ذره استیبل‌تر شد، ولی خب خب شما توی خونه زندگی میکرد، خانواده شلوغی هم نبوده، دوتا بچه بودی، چرا سخت بود؟ ولی فانکشنال نبود. نه مورد پدر مادرم خیلی بد بودن با هم دیگه و خیلی ابیوز شدیم، خیلی زندگی سختی داشتیم هم برادر. فاصله سنیتون چقدره با هم؟ 3 سال. حال اون که بد نبوده. خب حالا اونو نمیدونم، الان بذاریم سراغ الان حالی که دارید، چیزی که در خودتون دوست ندارید، چیزی که اذیتتون میکنه، چیزی که موضوع و مسئله است چیه؟ پوچی، احساس پوچی، احساس یه دفعه احساس تنهایی، یه دفعه احساس این که دیگه هیچ انگیزه ای ندارم. اصلا صبح از خواب بلند میخوام بشم، نمیخوام داشتم، ترجیح میدم خواب بمونم. کنم
خب اگر شما بگن حالا همینجوری که حرف میزنید هیچ چیزی غیر از الان که فقط افسردگی رو گفتید، خب این همه علائم افسردگی به عنوان یه بله بیماری، مثل که پای من بله شکسته، تکلیفش هم روشن. خب باش چه کردین؟ یه مدت دارو رو مصرف کردم. دارویی که میخورم خب از این یکم حالمو بهتر میکنه دیگه، آرومتر میشم، صبح بلند میشم میام سر، ولی مثل ماشین در واقع خیلی آخه نرزم آخه بی‌حس و افسردگی که بی‌تفاوت. آخه افسردگی با دارو درمانی حل نمیشه. علائم فیزیکی انرژی و خواب و اشتها رو بیش از همه تحت تاثیر قرار میده، ولی نقش دیگه ای که نداره. اصلا دارو درمانی برای افسردگی اصلا هیچ مطالعه نشون نمیده کار میکنه، همیشه روان درمانی رو میخواد. برای اینکه دارو درمانی برای افسردگی غالب اوقات مثل سر یه علف هرز رو زدنه، دوباره سبز میشه. خب اینا که واقعیت، شما کار روان درمانی صبر کنید، برام یه تیپی مانند شما با توجه به تحصیلاتتون دو تا راه بهترینه. یکی که خیلی راه نمیدونم شاید درست باشه، پس کن نوعی روانکاوی و سایکوآنالیزم و هیپنوتراپی، یکی بیهیویر کاگنیتیو تراپی که یه کمی ببینن اصلا سیستم عقلی و استدلالی شما چجوری کار میکنه. خب اونجا نمیدونم چرا اینقدر خراب کار، افسردگی که اصلا چیز عجیب و غریبی نیست عزیز. درسته، کاگنیتیو تراپی هم یه مدت با یه تراپیست کار کردم، همین که خودم خیلی میخونم، خب سعی میکنم که خودم کمک خودم بکنم، منطور فکرم بس خرابتر از این حرف هستم به این راحتی ها درست خب نمیشه. اونو میتونم بفهمم که به هر حال ما از یه حدی ممکنه بگذاریم که یک خیلی کاری نشه کرد یا اصلا کاری نشه کرد، ولی آخه من نمیدونم. حالا به من بگید سابقه ارثی افسردگی و اضطراب و وسواس و خشم و عصبانیت و اعتیاد و خودکشی و اینا تو خانواده پدری و مادریتون چیه؟ اعتیاد و خودکشی نداشتیم ببخشید، ولی همه مشکل های دیگه یه که شما الان ذکر کردین در حد عالی همه داشتن. خب پس بنابراین مایه ارثی داره عزیز، یعنی شما یه زمینه ارثی دارید. هست زمینه های ارثی هم این است که خوشبختانه به دارو بیشتر و بهتر جواب میده. یعنی شما داروتون رو باید مصرف کنید، ولی کار روان درمانی رو باید انجام بدید. حالا قصه بیاد برگردیم سراغ ازدواج، چون اون شاید بیشتر. چرا رابطه هاتون چی بوده، چه در ایران چه در اینجا، و چرا تا به حال منجر به ازدواج نشده؟ ببخشید منظورت از این که رابطه هم چی بوده مدت؟ آره مثلا نه قسم این است که رابطه داشتید، عشق عاشقی توش بوده، علاقمندی بوده، فرد مناسب بوده، فرد درست رو انتخاب کردید، نگه چه کار کردید؟ به هر حال ببینید مثل این است که من برگردم بگم شما چه نوع غذایی رو دوست دارید. خب شما میتونید بگید ظرف 10 سال گذشته من مثلا بیشتر غذاهام این 10 تا غذا بوده. مثال الان هم حرف من این است که شما چون اون جایگاهتون مسئله نیست، خانواده خب شروع بوده، متوجهم، به هر حال توی محیط علمی و دانشگاهی بودید چه در امریکا و چه در ایران. به من بفرمایید ماجرای ارتباط با مرد حالا از کی بوده نبوده، اونجا این دیپارتمنت شما رو چگونه خودتون تا به حال اداره کردید؟ خب رابطه که داشتم تا زمانی که خیلی مشکل اگه بخوام تو اون زمینه پیدا کنم که روی آدمایی که شاید مناسب نبودن وقت زیاد گذاشتم و زیادی ازم. چرا؟ نه چه جور مناسب نبودن؟ چون ببینید معمولا اشتباهات غالبا یک یا دو نوع بیشتر نیست. یعنی وقتی نگاه میکنیم به اشتباه در 20 زمینه حتی زندگیمون، مطالعات نشون میده علتش یا یه دونه است یا دو تا. خب شما من بفرمایید در حدی که مثلا میدونید این آدما اشکالشون کجا بود، اشکالشون در بیکاری و بیجهتی و بیهدفی بود، اشکال این آدم نه دروغ گفتن در چه زمینه ای به شما دروغ گفتن؟ جوان تر که بودم راستش فرق نمی کرد راجع به هر چیزی، اگه دروغ می شنیدم حالا احتمالا به خاطر اون بک‌گراندی که توی خانواده داشتم کلا قطع می کردم و فرار می کردم چون می ترسیدم. چرا؟ آخه یه نوعی از روابط هست و در یه جامعه مانند ایران خیلی از اوقات دروغ یه چیز عادی است.
اونم به خب دلایل خاص خودشه. فرض کنید یه دروغی در جهت روابط هست، یعنی آدم ها در این زمینه ای بس ها از 10 بار 8 بار دروغ میگن، اینقدر شدید تعارف رو درواسیه، نمیخوان کسی رو اذیت کنن، بهانه در میارن که چرا خونهشون نرفتن، چرا اونها رو دعوت نکردن، یعنی این چیزها میتونه باشه. ولی قرار نیست که وقتی که در یه جامعه یه چنین چیزی حاکمه، یه کسی که بر میگرده به من میگه که من فکر کردم قرارمون هفته آینده است، که من فرار نیست بکنم دروغگوه. خب معلومه دروغ میگه، ولی اصلا چه اهمیتی داره که برم ولش کنم بره؟ یعنی چی؟ خب این دیگه ترس خود من بود و ترس من از ازدواج، یعنی چون جوانتر که بودم خب مدل ازدواج، حالا اینجوری فکر نمی کردم بهش، خیلی ناخودآگاه بود. ازدواج به نظر من مادر پدرم بودم و اون خیلی منو می ترسون که توی همچون شرایطی گیر کنم، فرار می کردم. نه خب آخه این با بحث مربوط به رابطه داشتم آدم ها عوضی بودن که نمی کنه، مگر من بگه چون نه من خب نمی دنبال بهانه می گشتم. خب نه خب میگه من شد بهانه. نه خب آخه نه صاحب، اینکه شما برگردید بگید من چون ازدواج و مدل و نمونه‌ای که داشتم بد بود پس ته دلم نمیخواستم ازدواج کنم، پس یا انتخاب و غلط میگرم یا بازی دارم دارم میرفتم، میتونم بفهمم. ولی آیا این بود و همین وضعیت ادامه داره؟ نه دیگه، بعد الان که سنم بالاتر رفته من دیگه اونجوری نمیخوام در برم، ولی نمیدونم چرا هی با آدم های عجیب غریب سر راه هم قرار میگیره. عجیب غریب نه، خب بنده خدا چجور آدم های نامناسب، آسیب دیده یا آسیب دیده یا مریض. خب همین کیس آخریه که گفتم ازتون میخوام سوال کنم، این تفلک روی آتیزم اسپکتروم هست. حالا شما ممکنه من بگی شما با شناخت کمی که از مسائل کم کن از زیاد روانی شما دارید میگه سراغ کسی که تو آتیزم یا اسپرگر داره؟ من نرفتم سراغشون، من سراغ من بعد زفتی که شما هنوز شما هنوز شما صبر کنید، شما هنوز باید با من شوخی کنید. من برگردم به شما بگم که من خیلی خیلی احتیاج به پول دارم، شما $100 دارید تو جیبتون، شما بگید نه، بعد من میدم از کیفتون $1000 در میره. میگم من که به تو گفتم احتیاج به $100 دارم، گفت تو گفتی تو جیبت نه گفتی تو کیفت. او آتیز اخی من اصلا تعجب میکنم از شما، من اصلا یه آدم میدم صحیح و سالم یه دقیقه باش حرف زدم فهمیدم ایرانی نیست، میگم خب ببر. او آتیزم داره، او خواست به شما چه مربوطه؟ نه خب من که نمیدونستم اول آتیزم داره. کی فهمیدی؟ کی فهمیدی؟ به شدت ماجرا یه چند هفته پیش. چه مدتی با هم دوست بودید؟ خیلی کوتاه، 4 ماه 5 ماه. 4 ماه با کسی داشت؟ با چه شدتی هم دیگر رو میدیدی؟ خیلی زیاد، مثلا بعد از ماه اول مثلا. خب شما متوجه نشدید این آدم چجور در رابطهش با شما چگونه است؟ اول فقط به من گفتش که تراپی میرم، دلیلش رو نگفت و تا زمانی که توی تراپی بود من فکر می‌کنم اون تراپیستش خیلی آدم ماهری و خوبی بود توی کارش، این آدم یه آدم پرفکت بود. روزی که دیگه تراپی نرفت یه دفعه همه چی مشخص شد. آخه اصلا معنی نمیدارم برای آتیزم. چرا؟ آتیزم معنی نمیده. نه آتیزم که چه چیزی نیست که بزنه یه دفعه بالا هستی. نه من فکر می‌کنم که تراپیستش رفتارش رو کنترل می‌کرد. اصلا هم چیزی ممکن نیست. شما فرض کنید من نمی‌دونم چجوری، من که خبر از چگونگی عوض شدنش ندارم، ولی این یه بی مثل این که شما بگید یه دفعه دیدم طرف خیلی چاقه. آخه این آدم چاق بود، خوب چاق بود ظرف یه هفته. آخه اینطوری نیست واقعا، من نمی‌دونم، من انگار با 2 نفر از مثلا از چند هفته پیش انگار این یه آدم جدیده، من نمیدونم، دو شخصیتیه، بایپولار، دیپرشن، نمیفهمم، واسه همین گیجم، نفهمیدم اصلا. نه، اولا به من نگید دو شخصیتی، اون مخون نشون میده اینا رو هم نمیدونید. ماجرای بایپولار و دو قطبی و اینا مسائلی است که ممکنه آشکار نباشه. برای یه آدمی برگشته به شما میگه من میرم تراپی، بس که من برگرم میگرم دکتر، میگه برای چی میری؟ دکتر قلبته؟
دکتر کبد کلیته، مال جهاز هاضمه است. شما چرا نخواستید کنجکاوی کنید تا برای چی میری دکتر؟ نپرسیدم، گفت خب دیپرشن دارم و دیپرشنش خیلی مشخص بود، دیپرشنش رو بهم گفت. شما برای چی با یه آدمی که دیپرشن داره و معالجه نشده میدید بیرون؟ خودم هم دارم. شما به درد نمیخورید؟ خب آخه آقای دکتر کی الان دیپرشن نداره، استراب نداره؟ جواد آقا، حسن آقا، باقر آقا نداره. آخه ببینید خدا کجا من میرم و جواد آقا دوست چی به شما دارن این مدارک رو میده؟ من اصلا باور نمی کنم. این چجور دانشگاه هاییست که کسی برگره بگی که دیپرشن؟ آمار دیپرشن مشخص. یه چیزی پس کنید در امریکا نزدیک در هر زمان بین 4 تا 5% مردم دیپرشن، 4 تا 5%، 95% که مردم ندارن. در بلند مدت مثلا میشه در حد 20%، 80%، 75% که ندارن. ولی میگه کی دیپرشن نداره؟ بابای والا. بعد جامعه شناسی هم خوندی؟ جامعه شناسی که اصلا دست درصد هست. آخه خب نمیدونم واقعا این که یک کسی دیپرشن داره دیسکوالیفای میکنه طرف رو بسه اینجا دقیقا بچه بینید دو دنباله گناه داره. آه همینجاست که حل و حل شد، چون قبلا هم یه اشاره کردید. شما پس بنابراین بگید من نجات دهنده هم، من کسی هستم که خودم اهمیتی ندارم، ارزشی ندارم، کسی نیستم، به در بخور نیستم، میخوام اقلا برای یکی دیگه مفید باشم، نجات دهنده. چون تو صحبت قبلی تو هم اشاره کردید که رسکیو رو نجات دهنده را میفکر کنید، از طریق ازدواج باید برید یکی رو کمک کنید. کارتون تموم، برای که نشونه اینه که ابدا باوری به ازدواج ندارید. یه زمینه دوگانه خودپسندی و خودناپسندی دارید. در زمینه خودناپسندی که من که اهمیت ندارم، ارزش ندارم، کسی نیستم، فایده ندارم، فرقش دنیا چه، زندگی چه، پوچی. از جانب دیگه نه، من حالت خودپسندی بذار اقلا به یکی دیگه کمک کنیم، اقلا بذار یکی دیگه خوشحال بشه. و خب این در حقیقت رد و نفی خود دیگه. من تو کار تراپی با دخترانی روبرو شدم که وقتی واقعا دنبال اینکه چرا با این اون میری همخوابه میشی، حرفش این بود که من که ارزشی ندارم، من که اصلا مهم نیستم. حتی یه تعبیر خاصی از رابطه جنسی داشت که نمیخوام رو خط رادیو بگم، ولی حالا بذار 5 نفر خوشحال میشه، اگر نه اونا خوشحال بشه. من با همچه کیس هایی هم روبرو شدم. یعنی در این تهش چی هست؟ که من بیارزشم، بیاهمیتم، لطفاً یوز می ان ابیوز می، برای که من لیاقتی بیش از این ندارم. مطالعه‌ای که روی زنان روسپی کردن که برای سازمان ها کار میکردن، زنان روسپی که از نظر ظاهر و زیبایی و توانایی ها خیلی بالا بودن، اینا هیچ وقت با آدم های خیلی مهم یا خوب یا مهربونی که باشون رفتار میکردن بهشون علاقمند نمیشون، حتی بسیارشون نمیشون که ارگزم و کلایمکس با اونها نشدن. با یه دونه پرس کنید، حتی مرد که 2 هفته از حمام نرفته، بو هم میده، معتاد هست، با اون ارگزم داشت. برای که فکر کرد من در حد و سطح یه اینم، من با این میتونم اندازه اینم به درد این میخورم، نه اون. و این یه واقعیت سخت و بسیار تلخی عزیز. بنابراین از نظر من با توجه به تحصیلاتتون شما یه شناختی قرار از خودتون داشته باشید. تا به حال چیزایی که من گفتید اصلا بوی اون آگاهی رو نداره. تنها چیزی که میشه حرف زد به دلایل ارثی یه ذره زمینه هایی حالا از چه چیزهای دیگری نمیدونم، ولی خب افسردگی خیلی از وقت مادر همه گرفتاری هاست. و خب افسردگی با دست ماره درست میگین شما، اصلا انقدر اوبرویلمینگ الان که اصلا نمیتونم به چیزهای دیگه فکر کنم. برای همین از شما خواستم کمک بگیرم، نظر شما رو بدونم. یعنی این چیزایی که شما میگین و اگه من بشینم درست و استرس فکر کنم، میدونم منطقه اینقدر الان این افسردگی شدید شده که خب بنابراین ببینید عزیز، مثل ایمونه که من الان چشمم ناراحته و بنابراین خوب نمیتونم ببینم، میگم خب من این ور اونور ببرید، اونو میتونم بفهم، ولی این معناشی نیست که حالا که من خوب نمیبینم، تو هم که برگشتی گفتی اصلا نمیبینی، پس ما بیایم با هم رابطه برقرار کنیم ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. یعنی من مشکلم سر اینه، من نمیخوام بگم آدم افسرده رو بذارید کنار، ولی آدم افسرده به درد شما نمیخوره. مثل که شما من بگید با یه آدم 95 ساله آشنا شدم، اون گفتم به درد شما نمیخوره،
من که نمیگم آدم 95 ساله به درد نمیخوره، میگم به درد شما نمیخوره. راجع به افسردگی میخواستم از شما بپرسم، و اون مشکلی که شما خودتون مطرح کردین، این زمینه خودپسندی خودناپسندی منی که شما تشویش کردین، چی کار کنم با این حالت گم و در به درم الان؟ خب ببینید، موضوع اول و اصلی و اساسی شما بیش از هر چیزی به نظر من موضوع سلف استیم و حرمت نفس شماست. یعنی شما دو تا باوری رو که باید داشته باشید و نه تنها باور، احساسش بکنید رو ندارید. یکی اینکه من خوبم، یکی خواستنی و دوست داشتنی. شما روی هر دو اینا خط کشیدید. شما یه جوری ته وجودتون نشسته که من بدم یا خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. آخرش اینه که به عنوان یه زن یه کالای مصرفیه. خب این نگاه خیلی ویرانگره و غیر واقعی. بنابراین من میگم مشکل اصلی و اساسی من چی میگم از کجا میاد؟ از شرایط بد خانواده، برخوردهای پدر و مادرشون، تعدادتون که زیاد نبوده. بعدم شاید نمیخوام وارد این بحث بشم چون فرصتی هم نیست، آسیب و اذیت هایی که شدید به ویژه در جهت موضوعی جنسی اگر بوده. یعنی همه اینا به شما یه پیام داده که تو هیچی نیستی، یا شاید در یه نظام باورها و اعتقادات محیطتون بودید که به این نتیجه رسیدید که من نمیدونم گناهکارم، یا من کار زشت میکنم، یا من جهنمیم، یا من بدم. ببینید، چون اونو کاملا میشه حس کرد و به همین جهت است که شما میدونید از نظر علمی مردم دو گونن، یکی خود ناپسند، یکی خود دوست. خود ناپسند میگه من هیچم، بیارزشم، بیاهمیتم، برای که انسان میتونه به اینجا برسه که خودش رو از همه چیز یا از همه کس کمتر و پایین تر بدونه. یکی خود دوسته، یعنی خودش رو دوست داره، خودش رو خوب میدونه و دوست داره. اما آدمی که خودش رو دوست نداره و خود ناپسنده، دو گونه زندگی میکنه، یکی خود ناپسنده، یکی خود پسند، هر دو رو داره. حالا با چه درسته؟ همینجاست که من وقتی به این گروه میرسم خود ناپسندم، بی ارزشم، بی اهمیتم، فایده ندارم، به درد نمیخورم. به اون گروه که میرسم من از بقیه برترم، بالاترم، بعضا واقعا در یه زمین هایی هستم، حتی میتونم معلم باشم، میرم سر کلاس میرم من بلدم، شاگرد را بلد نیستم. و این دوگانگی خودپسندی و خودناپسندی هر رابطه نسبتاً عمیق یا طولانی رو خراب میکنه، برای که طرف ممکنه با یکی از اینا به دلایلی که با ویژگی روانیشه کنار بیاد، ولی دومی که بیرون میزنه این دفعه میبینه من با یه آدم دیگری روبرو هستم. این همون چیزیست که بسیار از اوقات شما تو خانواده ایرانی میشنوید که مخصوصا خانوما شکایت کنن که همسر من بیرون که میره همه دوستش دارن، مهربون، مواظب، مراقب، برای حرف داره، دوستش بیاد 10 ساعت درباره مشکلات بچهش حرف میزنه، میشنوه، راهنمایی میکنه. برای بچه خودمون 10 ثانیه یا 10 دقیقه وقت نداره. یعنی بیرون حالت خودناپسندی داره، بنابراین نوکر هم هست. داخل که میاد حالت خودپسندی داره، سرور و برتر هم هست. و این دوگانگی است که اون احساس پوچی که شما یه اشاره بهش کردید رو به وجود میاره. یعنی من میبینم هیچ جا ندارم. و مسئله و مشکل در موضوع خوددوستیه. به همین جهت است که چرا مطالعات نشون میده بزرگترین موضوع و مسئله و مشکل مردم دنیا اعتباراً سلف استیمه، برای که شرایط کودکی این گونه است دیگه. کودک انسانی تا 3 سالگی با 5 تا موضوع بد و منفی روبروست: نادان، ناتوان، نیازمند، چیزی یاد نمیگیره و افکار بد و غلط داره. و به همین جاست که از 100 تا بچه در امریکا 97 تاش وقتی میرسه به 3 سالگی میگه من خوب نیستم. و باز به همین جاست که وظیفه پدر مادر که بین 3 تا 18 سالگی که 15 سال وقت دارن، اگر روزی 50 بار به موقع، به جا، درست به بچه بگن تو خوبی، این امید است که وقتی به 18 سالگی میرسه بگه من خوبم و من خواستنی و دوست داشتنی هم. در غیر این صورت نه. حالا جالب اینه که بسیار از مردم میبینیم باهاش چقدر فکر کنن که خیلی خوبند و نه، اونا اتفاقا دقیقاً تمام این تظاهرات و نمایش‌ها و آرایش و لباس و مد و ایناشون به خاطر اینکه اون زیر نشسته تو خوب نیستی، حالا بذار ببینیم با این چیزایی که به تو اضافه میکنیم به نظر خوب میای یا نه. و مشکل مردم دنیا اینه. علتش هم این است که
طبیعت از زنم با بیرحمی کودک رو به 3 سالگی میرسونه. پدر و مادر رو هم آگاه نمیکنه که بین 3 تا حداقل 18 سالگی مشکل رو حل کنن و به انسان بالغی او رو تبدیل کنن که بگه من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. شما نگاه کنید اصلا در غربی که من شما زندگی میکنیم اساس تفکر چیه؟ در اوریجینال سین، گناه اولی. آخ شما فکرشو بکنید، یه اولا کل اون داستان مثلا ابلهانه که هیچی، کودکانه، مسخره است داستان آدم و حوا و اون حرفا. مثلا آدم باورش نمیشه که یه آدم بالاتر از سن 10 سالگی یه همچه استدلالایی بپذیره. اولا اینو قبول کنیم، بعد بگیم به خاطر گناهی که آدم و حوا کردن انسان همه گناهکاره. حالا برای اینکه این گناه از بین بره، خداوند تنها پسرش رو فرستاده که ما به او ایمان بیاریم و او رو ما کشتیمش. حالا از طریق کشته شدن او و ایمان به او ما همه از گناه در میم. آخرزم یکی میگه اینو چه ارتباطی با هم دارن؟ امروز اگر من یه کار بدی کردم پسرم رو تنبیه میکنند و اصلا یعنی چی؟ خب شما فکر کنید یه مردمانی حالا 1000 سال اخیرش خیلی سنگین بوده، باورش این است که ما همه گناهکاریم. بعد تو بسیاری از جوامع دیگه اصلا نطفه انسان نجسه. زن وقتی که دوران پریودشه که آمادگی بدن برای بزرگترین اصل ژنتیک که تولید مثل نجس میشه، نه اینکه کثیف میشه، نجس میشه. حتی دعا و نمازش هم در بارگاه خدا مسئله داره، این خدا اونو این موقع نمیخواد. اصلا فکرشو بکنید، نمی بر سر ما چی آوردن که تو هیچی، تو بی ارزشی، تو بی اهمیتی، تو کسی نیستی، تمام بهتر تا تو میتونی بمیری. اصلا ما برای فرض کنید سیستممون برای خدا میتونیم تو رو بکشیم، مگه تو ارزشی نداری؟ همه تو کسی نیستی، تو سگی کی هستی؟ و این رو تو مغز ما کردن و من و شما رو تبدیل کردن به یه آدمی که به این نتیجه برسم که من بدم، من خوب نیستم، من مستحق همه چیزم. مردم هیچ مشکلی ندارن که صبح تا غروب بگن من بدم، من گناهکارم، من احمقم، من ابلهم، من نادانم، من نمیدونم چنینم چنینم. عادیست، اینقدر عادیست. و اگر یه کسی حرف رو بزنیم میگیم وای چه آدم متواضع فروتن یا چه مثلا مرد بزرگی و یا روحانی، در حالی که بدبخت بیچاره وامونده است. یعنی میخوام شما بگم از دید روانی اجتماعی اصلا فاجعه تاریخ اینه که تو سر ما زدن. و گفتم از 2 لغت احترام و اطاعت استفاده کنن، یعنی ریسپکت و اوبیدینس، نه حرمت، و بعدا مانند 2 ستون زدن تو کتف ما، ما رو روی زمین چسبوندن، سوارمون شدن. هنوز هم دارن این حرفا رو میزنن. قرن 21 ما گناهکاری، آخه باور کردنی نیست. برای حضرت آدم و حوا، آدم و حوای 6000 سال قبل، دنیایی که میلیاردها سال وجود داره. خب وقتی که من با یه دختر خانم تحصیل کرده ای روبرو میشم که میبینم ته وجودش همین افکار نشسته، جنگ پدر و مادر، شرایط خانواده، اتفاقات زندگیش، برخوردش با آدم ها، او رو به نظر من، یعنی شما رو به نظر من به اینجا رسونی که من هیچم، من نیستم، من کسی نیستم. به همین که وقتی من هیچم کل زندگیم هیچ و پوچه، اصلا اهمیتی نداره. وقتی اصلا من هیچم چه اهمیت داره که بقیه اصلا چیزی باشن یا نباشن. و به همین جاست که مشکل شما عزیز مشکل جدی حرمت نفسه و بنابراین روی اون باید هرچی کار کنید. من کوشش کردم، آخرین CD که تو 12 ساعت هست همین CD حرمت نفس USB شم هست. به نظر من یکی دو بار بشنویدش و این نگاه و نظر رو عوض کنید، برای که تواناییاش رو دارید. به هر حال تا اینجا آمدید، چرا باید قبول بکنید که من کسی نیستم، من هیچم؟ اصلا آدم ها مشکل ندارن برای پذیرفتن این، اصلا ندارن. به دلیل اینکه یه کودکی سخت و تلخ و بدی داشتیم، بارها عرض کردم من 17000 نفر رو تو کنفرانس های کودکی در اون هیپنوتیزم کردم. اینو به راحتی میتونم بگم که خاطرم 17 نفر خوشحال نبودن تو 17000 نفر، برای که اون کودکی همچی لجنزاریه، یه موجود نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباه کاری که فکرهای بدم داره و میکنه واقعا من همچی آدم کثیف بی خودی هستم. من اینقدر آدم دیدم، بچه هایی که بین 4 تا 6 سالگی پسرن به مادر، دخترن به پدر، آقا من فکرن از این آدم کثیفتر و نجستر و
وحشتناکتر اصلا وجود نداره. در حالی که این گرایش و کشش بین 4 تا 6 سالگی پسر به مادر، دختر به پدر عادی طبیعی عقده اودیپ و الکتراس میشناسیمش، کاملا هم پذیرفته شده است. ولی خب اینو من مبنا قرار بدم. من پسری که 2 دفعه دست به خودکشی زده بود در دانشگاه، داستانش رو بارها تعریف کردم که حرفش این بود که میگم من از خودم بدم میامد برای که فکر میکردم به مادرم کشش جنسی دارم و 2 دفعه دست به خودکشی زدم برای که فکر بیارم لیاقت زیستن ندارم، چون اونجا یه بار مذهبی داشت و مسئول نمازخانه دانشکده ما هم بود. بنابراین عزیز، مسئله صرف اسپیسایی شما نگاهی که به خودتون دارید، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، ولی اینقدر میخوام پیامم رو بدم، مثل اینکه کسی فکر کنه من مدفوعم. خب معلومه ما مدفوع داریم، ولی آیا میشه انسان رو که مدفوع داره مساوی مدفوع دونست؟ خب اینو تو ذهن ما کردن، اینو تو وجود ما کاشتن که تو هیچی، تو بی ارزشی. اسمش هم بعدن گذاشتن اعتقادات. بعدم حرفم این است که شما برگشتید گفتید من یک کسی هستم، حالا دیگه بهتون حمله میکنن که چه خودخواه یا تواضع و فروتنی نداری. از همجا آدم مات و محبوطونه، یعنی چی؟ بنابراین عزیز، مسئله به نظر من نظام باورها و اعتقادات و احساسات شماست که برمیگرده از حوادث و اتفاقات گذشته و نیامده با عقل و دانایی و توانایی علمی شما در دنیای امروز به نوعی ارزیابی بشه و دور ریخته بشه. به همین جاست که شما دیدید من حتی با چه خشمی خدمتتون دارم عرض میکنم که اصلا مسخره است که آدم فکر کنه داستانی مثل آدم و حوا وجود، یعنی خدای اینقدر نادان دوتا موجود رو خلق کنه ندونه چی کار میکنن، بعدم از توش اون داستانای عجیب در بیاد، بعد تازه 2 تا بچه به این دنیا میان، حابیل و قابیل، بزنه اون یکی بکشه از ترس پدر فرار کنه، خدایی که داره داستان خلقت رو تعریف میکنه رفت اونجا با یک زن و مردی رو شد که 7 تا دختر داره. خلقت چی شد؟ آدم بود، حوا بود، 2 تا بچه بود، حابیل و قابیل، قبیله از کجا پیدا شد؟ زن و شوهری با 7 تا دختر از کجا پیدا شده؟ اصلا مثل که یادش رفت داره چی رو تعریف میکنه. ولی بعد این میشه مبنای باور و اعتقادات و مردم به خاطر این بکشن، نه تنها بکشن، حاضر باشن کشته بشن به خاطر این باور ها. و یکم فکر میکنم چی داریم ما میگیم. یه نگاه مجددی به خودتون بکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. لطفا دنبال موضوع سلف استیم و حرمت نفس به عنوان راه حل بگردید و یه ارزیابی کاملی از واقعا تجزیه و تحلیلاتون در جهت موضوعهای مختلف بکنید. حیف شماست، شایستگی و لیاقت خیلی 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 بیش از همه اینا رو دارید و مطمئنم بهش خواهید رسید. حالا اگر دلتون خواست یه وقتی دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم.